سودانی ها به دلیل درگیری های مداوم در کشورشان همواره در وحشت شدید زندگی می کنند. والکر تروک، کمیسر عالی حقوق بشر در همین رابطه گفت که غیر نظامیان سودانی به دلیل درگیری های پی در پی در این کشور در وحشت شدیدی به سر می برند که وی آن را بیرحمانه و بیهوده توصیف و از آن به عنوان تهدیدی برای صلح منطقه‌ای یاد کرد. وی در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد که بحران سودان یک تراژدی و کابوسی بزرگ برای مردم این کشور است که در سطح بین المللی به فراموشی سپرده شده است. کمیسر عالی حقوق بشر در ادامه اظهار داشت که دو طرف درگیر در سودان فضای مملو از وحشتی زائد الوصف ایجاد کردند و میلیون ها نفر را مجبور به فرار و آواره شدن نمودند. والکر تروک تصریح کرد که در هر دو طرف به دلیل نقض متعدد موازین حقوق بشر از مجازات در امان ماندند، در حالی که مذاکرات صلح هیچ پیشرفتی نداشته است. کمیسر عالی سازمان ملل متحد از فقدان گفتگوی مؤثر برای پایان دادن به مناقشه ها ابراز تأسف کرد و از طرف های درگیر خواست تا برای برقراری صلح به میز مذاکره بازگردند. او همچنین از جامعه بین المللی خواست تا توجه خود را به این بحران ناگوار قبل از آنکه به فاجعه بزرگتری تبدیل شود متمرکز کند. وی نگرانی عمیق خود را وجود از هزاران غیر نظامی که به صورت خودسرانه بازداشت شدند ابراز کرد و گفت برآوردها حاکی از آن است که حداقل 14600 نفر در جریان درگیری ها کشته و 26000 نفر دیگر زخمی شده، اما این تلفات احتمالاً بسیار بیشتر از این ارقام است. والکر تروک خاطر نشان کرد که 80% بیمارستان‌ها از کار افتادند و مقابله عمدی و آشکار به منظور عدم دسترسی مردم سودان به سازمان‌های امدادی و بشردوستانه می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود. وی از تمامی کشورها خواست سخاوتمندانه به طرح واکنش بشردوستانه سودان کمک کنند و تأکید کرد که تاکنون تنها 4% از بودجه مورد نیاز جمع‌آوری شده است. سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت ما هم رسن. آقای شریفی نژاد، وقت شما بخیر. من سلام از خدمت شما بینندگان عزیزتون در خدمتتون هستم. بزرگوارید. آقای شریفی نژاد، شما به عنوان فردی که سالها خبرنگار میدانی هستید و از نزدیک فضای جنگ و خونریزی را لمس کردین، در رابطه با زندگی مردم در برخی از کشورها که همواره در وحشت و ترس سپری میشه، از جمله آنچه در سودان جاری است، توضیح بفرمایید. ببینید، جنگ معقولی بسیار ناپسند و بحران آفرینی و جامعه‌ای که همیشه درگیر این بحران هستند و تلفات انسانی که همیشه مشهود و ناظر بوده، چه در تمام گیتی که این جنگ ها بوده، چه در سودان، چه در جنوب لبنان، چه در غزه و چه در سایر کشورهایی که این بحران هست، این جامعه هست که آسیب پذیرند و این بحران همیشه فعالیت مدنی مردم را هدف میگیره و این جامعه مدنیه که بحران ها هزینه کرده سنگین رو پرداخت میکنه. بله، آقای شریفی نژاد، گفته میشه هر دو طرف در کشته و آواره شدن مردم غیر نظامی در سودان مقصرند. این دو طرف دنبال چه چیزایی هستند؟ بفرمایید. ببینید، هم ارتش سودان هم آرسف، هر دو دنبال کسب قدرت و گرفتن قدرت در موازین سودان هستند. حالا از 25 آوریل تا به این بعد همین بحران بوده و این همه کشته و تلفاتی که از همدیگه گرفتن و دو طرف هم قدرت رو میخوان و این چیز بسیار و هیچ کنم کوتاه نمیان که بشینن سر یک میز و با همدیگه به یک مذاکره برسن و این عدم مذاکره باعث شده که تا به امروز این مردم هستن که دارن هزینه‌اش رو پرداخت میکنن. بله، راه حل مؤثر برای پایان دادن به این جنگ خانمانسوز که افراد بیگناه در آن قربانی میشن چیه؟ بهترین راه حلی که مجامع بین‌المللی و مخصوصا شورای حکام سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مؤثر وارد بود، مثل بحران جنگ 7 اکتبر وارد بشن و
یک فصل خطابی رو قرار بدن. به حال این مردم بیگناهی که در سودان دارن واقعا کشته میشن، واقعا دارن کشته میشن، و هیچ رسانی نیست که در مورد اینا صحبت بکنه و مجامع بین المللی باید ورود بکنن و یک آتش‌بسی رو لااقل در اونجا مطرح بکنن که بتونن، چون دو طرف ارتشی هستن، باید این مجامع بین المللی ورود بکنن. هیچ راه حل دیگه‌ای نداره به نظر من. تشکر میکنم از شما سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت با ما همراه بودند.